بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به باندار خوش آمدید. در برنامه گذشته 4 موضوع را درباره حضرت لوط علیه السلام بررسی کردم و با استناد از آیات قرآن ثابت ساختم که شفیع یار دروغ میگه و یا غلطی کرده بود. در این برنامه موضوع پنجم را مورد بحث قرار میتیم تا ببینیم که شفیع یار راست میگه و یا قرآن. موضوع پنجم، شفیع یار میگه که لوط یک پیغمبر بی غیرت بود. خدای توبه از این پیغمبری، خدای توبه از این امت و خدای توبه از تو غیرت پیغمبر که خودش میگه که حالا یا دخترهای ما بگیره دخترهای ما، حالا این چی رقم پیغمبری است؟ و باز پیغمبر میگه دخترهای ما بگیرین، مرا غرض نگیرین، ای چی رقم غیرت؟ ما سر غیرت میکشیم یه رسای کنین. و بازی خبه غیرت بود که میگفت عالمی ما اگر که چی غرض دارین، حالا برین دخترکای ما که تشم ای کار کنین، چرا که تما میکنین؟ حالا در وقت ما اگر یک مرد امی رقم باشه، خب ما شما دیگه او رو پیغمبر نه که به حیث آدم حساب نمیکنیم. از او که در خود نجیب فیضی خوب است که کسر نمیمانه که سرش تجاوز کنه، خوش خودش آمد میره نامد میگه نمیرم تو بدرنگ استی. شما خوب گفای ای کودره گوش کنین که چی چطیات میگه. اما کسایی که ایره پیغمبر میگفته ای لوط بر از وا میگه ای قوم من اینها دختران من هستن، میگه ای نه دخترهایم دیجسته، اینها دختران من هستند، آنان برای شما پاکیزه ترند و پاکتر برای شما لکت از وا میکاره کنین. در ای کلپا باز هم جفنگیات شفیع یار را میشنیم و ای بار حضرت لوط علیه السلام را بی غیرت خطاب میکنه. بیاین ببینیم که آیا واقعا حضرت لوط علیه السلام بی غیرت بود. شفیع یار تنها چند آیات را از سوره هود درباره حضرت لوط علیه السلام میخوانه. آیا شفیع یار خبر داره که داستان حضرت لوط علیه السلام در قرآن در سوره های متعدد و آیات متعدد نقل شده؟ درباره لوط علیه السلام در سوره اعراف 5 آیات، سوره قمر 8 آیات، سوره زاریات 7 آیات، سوره صافات 6 آیات، سوره عنکبوت 8 آیات، سوره شعرا 15 آیات، سوره انبیا 2 آیات، سوره هجر 14 آیات، سوره هود 7 آیات که جمعا 9 سوره و تقریبا 72 آیات میشه. مگر شفیع یار تنها 7 آیت را از سوره هود درباره حضرت لوط علیه السلام میخوانه و نتیجه گیری غیر منصفانه میکنه؟ یعنی تقریبا 10% آیات که درباره داستان حضرت لوط علیه السلام نوشته شده را میخوانه و باقی را حذف میکنه. به نظر ما تمام پیامبران مردم بسیار شجاع، دلیر و با غیرت بودن که بدون ترس و حراس مردم را به یکتاپرستی دعوت میکردن. ترویج یکتاپرستی و مبارزه با ظلم و فساد در بین مردم که خدایان متعدد را میپرستن و غرق ظلم و فساد هستند کار بس آسان نیست و بسیار مشکل هم است و بسیار دشوار هم است و شهامت و از خودگذری میخواهد. و حضرت لوط علیه السلام با قبول تمام خطرات در بین مردم مبارزه نمود. شفیع یار همیشه خود آفرینی میته که در مقابل ملاهای ساده، مگر متاسفانه که شفیع یار غیرت، شهامت، شجاعت و از خودگذری حضرت لوط علیه السلام را نداره که در بین مردم خود بره و مبارزه کنه. ما خود این استاد استم، فامیل خدا، نام خدا، آبرو و عزت خدا، پیسه خدا، کل چیزش دمیجه در خط قربانی مانده. شفیع یار در امریکا زندگی میکنه و لاف و پتاق غیرت میزنه که فامیل خدا، نام و آبروی خدا در خط قربانی مانده. یک آدمی که جا آمده گردن خدا در ریسمان داده برای کشته شدن که گپ بزنه. اگر غیرت پیامبرا را داری برو داخل وطنت و مبارزه کن. نه که در امریکا ششتی شرابک و کبابک تیار و گپ از قربانی و دار میزنی. بیاین ببینیم که چرا شفیع یار حضرت لوط علیه السلام را بی غیرت خطاب میکنم. و بوزیخ بی غیرت بود که میگفت عالمی ما اگر که چی غرض دارین، حالا برین دخترکای ما که تشم ای کار کنین، چرا که تمام میکنین؟
حالا در وقت ما اگه یک مرد امی رقم باشه خب ما شما دیگه او رو پیغمبر نه که به حیث آدم حساب نمی کنیم. شفیع یار میگه به خاطر که به قوم خود میگه این دخترای ما را مورد تجاوز جنسی قرار بتین، یعنی ریپ کنین. اما کسایی که رو پیغمبر میگفته ای لود بر از وا میگه ای قوم من اینها دختران من هستند، میگه این دخترایم دیجسته، اینها دختران من هستند، آنان برای شما پاکیزه ترند و پاکتر برای شما لکت از وامی کار کنین. شفیع یار آیت 78 سوره هود را میخوانه و میگه که حضرت لوط علیه السلام یک پیغمبر بیغیرت بود که دخترای خود را به قوم خود پیشکش میکنه تا آنها مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند. آیت 78 سوره هود: و قوم و شتابان به سوی او آمدند و پیش از این کارهای زشت مرتکب میشدند. لوط گفت ای قوم من اینها دختران من هستند، آنان برای شما پاکیزه ترند و از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نکنید. در میان شما یک مرد عاقل وجود دارد. بر ازی که تفسیر ای آیت را که لوط میگه ای قوم من اینها دختران من هستند، آنها برای شما پاکیزه ترند و از خدا بترسید را بهتر بفهمیم، ما باید تمام آیات که درباره حضرت لوط علیه السلام در قرآن آمده و یا قصه حضرت لوط علیه السلام را مرور کنیم تا به یک نتیجه منصفانه برسیم. ما در اینجا چند آیات از سوره های دیگه پیشکش میکنم تا موضوع روشنتر شود. سوره شعرا آیات 160 تا 167، سوره نمل آیات 54 تا 56. لوط بر قوم خود میگه که تقوای الهی پیشا کنید و مرا اطاعت کنید، من برای شما پیامبر امین هستم، من در برابر این دعوت اجری از شما نمی طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. حضرت لوط بر قوم خود میگه بیگمان شما عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آن را انجام نداده است. از روی شهوت به سراغ مردان می روید، همسران را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید. حقا شما قوم تجاوزگری هستید، شما قوم نادانید. ولی پاسخ قومش چیز جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می طلبند. این آیت بسیار مهم است چون قوم حضرت لوط علیه السلام میگه که حضرت لوط علیه السلام و فامیلش را از شهر بیرون کنید که اینها مردم پاکدامن و یا پاکیزه جو هستند. و هر بار که حضرت لوط علیه السلام قوم خود را به پاکدامنی و تقوا دعوت میکنه قومش میگفت ای لوط اگر از این سخنان دست بر نداری به یقین از اخراج شدگان خواهی بود. سوره عنکبوت آیات 28 و 29. و قوم لوط میگه که اگر راست میگویی عذاب الهی را برای ما بیار. قوم حضرت لوط علیه السلام از زشتکاری دست بر نمی دارن و خواستار عذاب الهی می شان. سوره هود 77. و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سخت است. سوره هجر 61-62. هنگامی که فرستادگان به سراغ خاندان لوط آمدند لوط گفت شما گروه ناشناسی هستید. وقتی که رسولان خدا به خانه حضرت لوط علیه السلام می آین حضرت لوط علیه السلام میگه شما گروه ناشناسی هستید، یعنی چی معنا که شما گروه ناشناس هستید؟ ای به این معناست که شما مهمانان با اعمال زشت قوم من بلد نیستین و یا قوم مرا نمیشناسید که آنها دنبال مردان می روان. آیت 63 گفتند ما همان چیز را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند. در اینجا ملائک میگه که ما چیزی را آورده ایم که قومت در او تردید داشت. سوال اینجاست که در چی چیز قوم حضرت لوط علیه السلام در تردید بودند؟ سوره عنکبوت آیات 29 اگر راستگو هستی پس عذاب خدا را بیار. یعنی رسولان خدا آمده بودند که عذاب الهی را نازل کنند بر قوم حضرت لوط علیه السلام. و حضرت لوط علیه السلام از واقعیتی که عذاب الهی بر قومش نازل میشه با خبر میشه. سوره هجر آیات 67 و 70. و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لوط آمدند. لوط گفت براستی اینها مهمانان من هستند، پس مرا رسوا
نکنید و از خدا بترسید و ما را خوار نسازید. آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردان نهی نکرده بودیم؟ قوم حضرت لوط با شادمانی به طرف خانه حضرت لوط علیه السلام میآیند و خواستار مهمانان میشوند. حضرت لوط علیه السلام چون میداند که عذاب الهی بر قومش نازل شدنی است، یک کوشش آخری میکنه، یعنی last ditch effort، یا کوشش آخری میکنه که قوم خود را از این عمل زشت باز داره. سوره هود آیت 78. و قوم شتابان به سوی آمدن و پیش از این کارهای زشت مرتکب میشدن. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران من هستند، آنان برای شما پاکیزه ترند و از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نکنید. در میان شما یک مرد عاقل وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی حضرت لوط علیه السلام را یکی از صالحین خطاب نموده و فرموده که ما به حضرت لوط علیه السلام حکمت و علم دادیم. کسی را که خداوند علم داده باشه و از جمله صالحین باشه و صاحب حکمت، پس او اینقدر ذلیل نمیشه که دخترای خود را پیشکش به زنا کنه و یا تجاوز جنسی. و بالخصوص در قضیه حضرت لوط علیه السلام که او باخبر شد، قومش به زودی مورد عذاب الهی و سرزنش الهی قرار می گیرند. به طور مثال شفیع یار، چند نفر دوز و رهزن پیش خانید می آید و تو را تهدید به قتل و یا کار نامشروع می کنند و تو خبر داری که پلیس در راست و هر لحظه امکان رسیدنشان است و ای اوباش ها و رهزن ها دستگیر می شن. آیا خودت اولاد خود به ای اوباش ها پیشکش می کنی و می گی که ساعتان را برای اولادای ما تیر کنین و یا اولادای ما را مورد تجاوز جنسی قرار بتین تا وقتی که پلیس میاد و شما را تذکیر میکنه؟ هیچ انسان دانا و عاقل و حتی یک انسان کودن مثل خودت هم این کار نمیکنه. حضرت لوط علیه السلام را خداوند متعال حکمت و علم داده بود، پس او به هیچ وجه دخترای خود را پیشکش به قوم لواطت کار نمیکرد، خصوصا که میدانست که به زودی عذاب الهی بر آنها نازل میشه و آنها نیس و نابود میشن. بلکه حضرت لوط علیه السلام کوشش آخری خود را میکنه که اگر قوم خود را اصلاح کرده بتانه و از عمل زشت لواطت باز دارشان تا خداوند متعال توبهشان را قبول کنه و رحم کنه که از عذاب الهی نجات بیافن. آیت اینها دختران من هستند یکی از آیات متشابهات است. آیات متشابهات چی است؟ سوره آل عمران آیه 7. او کسی است که کتاب یعنی قرآن را بر تو نازل کرده. بخشی از آن آیات محکم یعنی سری و روشن است که آنها اساس کتاب است و بخش دیگر متشابهات است. اما کسانی که در دلهایشان کجی و انحراف است، یعنی کسانی که مثل شفیع یار برای فتنه جویی و گمراه کردن مردم و به خاطر تأویل و یا تفسیر آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروی میکنند و در حالی که تأویل آن جز خدا نمیداند و راسخان در علم میگویند ما به همه آنها چی محکم و چی متشابه ایمان داریم، همه از طرف پروردگار ماست و جز خردمندان متذکر نمی شوند. متشابهات یعنی چی؟ متشابهات آن آیاتی که در نگاه اول معنی و احتمالات مختلف دارند و قابل تأویل است، ولی با رجوع با آیات محکم تفسیر و معنای آنها روشن می گردد. به نظر من در آیات اینها دختران من هستند، مطلب از دختران اولاد بایولوژیکال حضرت لوط علیه السلام نیست، بلکه یک اشاره به تمام دختران قوم حضرت لوط علیه السلام است. یعنی حضرت لوط علیه السلام کوشش میکنه که به قوم خود بفهمانه که از لواطت دست بکشین و به خانمهایتان رجوع کنین تا خداوند متعال توبهشان را قبول کنه و رحم کنه که از عذاب الهی نجات بیافند. تا برنامه آینده خداوند رحمان و رحیم یارو مددگارتان.